سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران، در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا با شما عزیزان خواهیم بود. آنچه که در ایران و منطقه می‌گذرد، از جمله گسترش اختلافات درون حکومت و حاکمیت فقیه در ایران بین جناح‌های رفسنجانی و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، چه اختلافاتی وجود دارد و رو به کدام سو دارند چنین اختلافاتی، ابعاد فساد مالی در حاکمیت فقیه تا کجاست، آنچه که جمهوری اسلامی در ادامه ماجراجویی ها و صدور انقلاب خود در منطقه دنبال می کند، چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران خواهد داشت، و پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیامدهای آن برای سفره مردم ایران. با من و شما هستند در برنامه امشب تفسیر خبر آقای حسن دایی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دایی عزیز سلام به شما. سلام آقای چالنگی عزیز و درود به همه هموطنان. آقای دایی، به نظر میرسه اختلافات میان جناح‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، رو به گسترش. اون چه که بین رفسنجانی و برادر رهبری در حال جریان هست، اما خیلی هم در درون حکومت اینو تعبیر میکنن، یا مبلغین حکومت در خارج، حتی که این رو به نوعی دموکراسی تعبیر و تبلیغ میکنن. تفسیر شما رو در این مورد میشنم. همطور که اشاره کردید، اختلافات اینها بالا گرفته، بیشتر شده نسبت به ماهای قبل، که دلایل خودش رو هم داره. اما این اختلافات، اختلاف بین جناح‌های حکومتی که عمدتا هم بین دو گرایش هست، یکی گرایشی که به گرایش رفسنجانی معروفه، که به نظر من میشه حتی اصلاح طلبان حکومتی، روحانی و اینها هم در همین بخش قرار داد، یکی هم اون طرف خامنه‌ای و سپاه هستند. این دو اختلاف عمده در داخل حکومت هست. باید توجه داشت که این اختلافات در چهارچوب نظامه، یعنی خارج از نظام نیست. اختلافشون هم بر سر راه حل‌های مختلف برای حفظ نظامه. این میگه که جناح رفسنجانی به خامنه‌ای میگه که این راهی که شماها میرید، تقابل با جامعه بین‌المللی، دخالت‌های منطقه‌ای، سرکوب اوریان در داخل کشور و و و اینها سرانجام به سقوط ما منجر خواهد شد. و راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که مثلا آشتی، یک نوع آشتی اسمشون هم گشتن، مردم سالاری دینی، یک کمی مثلا در ایران کمتر فشار بیاریم، در خارج یک کمی معتدل‌تر باشیم، در منطقه یک کمی کمتر دخالت بکنیم. یعنی یک راه حل‌های پیشنهاد میکنن که به اعتقاد من نه عملی هست و نه خامنه ای اجازه خواهد داد. خامنه اینها در مقابل میگه راه حلی که شما پیشنهاد میکنید، یعنی تعدیل سیاست خارجی به این امید که مثلا با آمریکا دوست بشید، مثل دوستی چین و آمریکا و اینها، اینها عملی نیست. آمریکا با شما کنار نخواهد آمد، تحریم ها رو هم بر نخواهد داشت، فشار ها هم ادامه خواهد داد، و اگر در داخل هم اگه کوتاه بیاد، مردم ما رو جارو خواهند کرد. یعنی یه مقدار اگه شل بدیم تا تهش باید بریم. مثل 5 سال پیش بعد از انتخابات دیدیم که با شعار رأی من کجاست شروع شد، با مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه ادامه پیدا کرد.
این حرفی که خامنه اینا میزنن. بنابراین باید چیکار کنیم؟ به تقابل حد اکثری خودمون در منطقه و نمیدونم اینها ادامه بدیم. این هم عملی نیست، چون اگه عملی بود چرا رفتید پای میز مذاکرات، چرا قرارداد ژنو رو امضا کردید؟ بنابراین میبینید که مسئله اینجاست، دو راه حل مختلفی که هر کدوم از اینها هم به بنبست خورده، عملی نیست، نه چارچوب نظام اجازه اجرایی کردن اونها رو میده و نه جامعه بین‌المللی. بنابراین در این شرایط که این دو راه حل واقعا دردی رو از جمهوری اسلامی دوا نمی‌کنه و قابل اجرا نیست، بحران‌های اقتصادی هم بالا گرفته، می‌بینیم که نفت هم سقوط کرده، گرانی، فقر، ورشکستگی، همه اینها اضافه شده. این بحران‌ها هر وقت بالا می‌گیره، اختلافات اینها هم بالا می‌گیره. به اعتقاد من شکست مذاکرات هسته‌ای، سقوط قیمت نفت و بحرانهایی که رژیم درش هست باعث شده که این اختلافات باز هم یک بار دیگه رشد بی سابقه بکنه. شما اشاره کردید به حرفای برادر خامنه ای، محمد خامنه ای در یک روزنامه رمز عبور یه همچی چیزی، ولی تسنیم و خبرگزاری سپاه پاسداران اینها این رو منتشر کردن. همه امروز من صبح نگاه میکردم، اصلا یه بخش مهمی با به اصطلاح ذکر حرفهای مهدی هاشمی و مطالبی که بوده، رأساً به خود هاشمی حمله کردن. اختلافات بسیار بالا گرفته، به دلیل منم دلیلش همین بحران هایی که اینها باش رو گروه هستن. خب مسئله این هستش که یک عده این اختلافات رو سعی میکنن تبلیغ کنن، حتی در این واشنگتن در نشستایی که با مسئولان آمریکایی دارن اینو تبلیغ کنن که نگاه کنید ببینید که وضعیت دموکراتیکی هست در ایران. علیه هم دیگه انتقاد میکنن، برخی از روزنامه ها علیه اون جنا حرفایی می نویسن و نکاتی از این قبیل، و همین تبلیغات هست شاید که مردم رو میبره پای صندوق های رأی بین انتخاب بین بد و بدتر. اولا که ببینید جان چالاگیری حرفایی که خب میزنن اینها که کسی باور نمیکنه که در ایران دموکراسیه. البته این تبلیغ رو میکنن که چون جناها با هم اختلاف دارن، بنابراین ممکنه مثلا جناح رفسنجانی حالا از طریق روحانی یا هر کسی دیگه ای اینها بتونن یه روزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو عوض کنن، تغییر بدن، سیاست هسته‌ای رو تغییر بدن. بنابراین آمریکا به جای اینکه به طرف مقابله با کل نظام جمهوری اسلامی بره، بهتر امید ببنده به یکی از جناها. بنابراین حرفایی که در مورد این دعواهای اینها میکنن نتیجه گیریشون اینه که بالاخره امید ببندیم به یکی از جناها. یکی دوم این که واقعش اینه که رژیم ولایت فقیه یه رژیم منحصر به فرد در جهانه. ببینید این جمهوری اسلامی از روزی که اومده 36 ساله که این جمهوری اسلامی هست، در اوج کشتار، در اوج سرکوب که رئیس جمهوره که در انتخابات خودشون رئیس جمهور شده بود، گریخته بود از مملکت، همه رو میکشتن، ده ها هزار نفر در زندان ها، شبی 200-300 نفر اعدام میکردن، بعد قتل عام کردن، باز هم نمایش انتخابات میذاشت بین جناهای خودی، بین این جناه خط امام با اون جناه نمیدونم روحانیت مبارز و اینها، اسمش هم میگذاشت دموکراسی. یعنی یکی از ویژگی های این حکومت اینه، مثل دیکتاتوری های معمولی نیست، رژیم ولایت فقیه اتفاقا مشکلاتش هم ناشی همینه. چون ببینید دیکتاتورهای کلاسیک بالاخره یه نفر یا یه خانواده اون بالا هستن یا یه حزبی اداره میکنن، اختلافاتشون هم سرانجام اون بالا حل میشه. تو این حکومت هیچ اختلافی حل نمیشه، اینا باندهای مافیایی و جناهایی هستن که همین اختلافات، چون که اسمش هم به هیچ وجه نمیشه دموکراسی گذاشت، همین اختلافاتشون فلجشون کرده و به هیچ سمتی نمیتونن برن. یعنی این رژیم ولایت فقیه درسته از یه طریقی به خاطر این دعواهایی که دارن با هم، اختلافات که دارن، سعی میکنه نانش رو در خارج بخوره با دادن امید واهی به مردم و به خارجی ها، ولی در واقعش اینه که این ذاتی رژیم ولایت فقیه این اختلافات و نمیتونه هم هیچ سیاست منسجمی که بتونه استراتژیک نجاتش بده اتخاذ بکنه. به اعتقاد من خب ببینیم جناح دیگه هم به نظر میرسه هست، یا یه انشابی از یکی از این جناها، احمدی نژاد به مدت 8 سال رئیس جمهوری بود در یه همچین حاکمیت و نظامی، نظام ولایت فقیه.
الان به نظر میرسه که تمام کاسه کوزه ها رو سر این بابا احمدی نژاده دارن خورد میکنن. مثلا اومدن گفتن که همین امروز که بله، یکی از مسئولان گفته 300 پرونده بالای 3 میلیارد دلاری دزدی در دولت احمدی نژاد است. سوال اینه که همونطور، مگر این 300 پرونده یک شبه که نبوده، تا این 8 سال بوده، آقایون کجا بوده؟ یا در مورد رفسنجانی که همین برادر خامنه میگه مرتبط با آمریکا است، خب این رئیس تشخیص مصلحت نظام هست، این خبرها چرا الان اگه واقعیت داره منتشر نمیشه؟ قضیه چی هست؟ خب ببینید، اولا که جناحی به نام جناح احمد نژاد که نداریم. اینها یک گروهی، یه دسته بودن که اومدن دولت رو گرفتن. دولت هم قدرت زیادی نداره در نظام جمهوری اسلامی و قدرت جای دیگری است. اما یه نکته بسیار مهمی هست. ببینید، اصلا کلا ما وقتی بحث فساد میکنیم، بحث اقتصاد تو جمهوری اسلامی میکنیم، یه نکته رو به نظر من باید همیشه یادم باشه و اونم اینه که در این جمهوری اسلامی بخش مهم اقتصاد این کشور اصلا تاریکه، در تاریک خانه است، کسی ازش خبر نداره. ببینید، در این مملکت درآمدهای کشور اصلا معلوم نیست، هیچ جا ثبت نمیشه. یه دفعه مثلا معلوم میشه که 23 میلیارد قاچاق به ترکیه مثلا نفت و گاز ارزان دادن در مقابل طلا مبادله کرده و اینا. خب این کجای مثلا بودجه درد شده؟ کجا؟ برای اینکه مثلا آمریکا و تحریم ها نمیگذاره که اینها معاملات رو بکنن. بخش مهمی از درآمدها همیشه هم همینطور بوده، اصلا مشخص نیست. این باندهای مافیایی این حکومت، فروش هایی که به خارج میکنن، جنس هایی که میبرن، نفتی رو که غارت میکنن، کجا ثبت شده؟ حالا میرسیم به مخارج. مخارج مثلا سپاه قدس، مثلا شما تصور بکنید جناب چالنگی، اینا رفتن در چند هزار کیلومتری ایران در لبنان یه ارتش رسما را انداختن به نام حزب الله، با نمیدونم 12,000 یا 20,000 نیرو، با نزدیک 70,000 راکت و موشک، تانک و توپ و سیستم تمام جنوب لبنان زیر زمین رو برداشتن، از این کابل‌های نوری کشیدن، فایبر کشیدن، سیستم ارتباطی زدن، میلیاردها خرج کردن. خب کجا این بودجه روزانه همه حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و خرجی که تو سوریه میکنن و نزدیک به 50 گروهی که تو عراق عصائب و کتابین هستن، کجا درج شده؟ بنابراین مخارج هم معلوم نیست. یه مثلا مؤسسه مصطفی العالمیه، جامعه المصطفی، که 50,000 آخوند تو 7 سال تربیت کرده برای خارج کشور، آخوند خارجی، یعنی آخوند آلبانی و ایتالیایی و اینها. چینی هم هست آقای دایی، تازگی وارد کرد، یعنی گفتن هم اعلام کردن که از چین هم هست. بله بفرمایید. بله، اتفاقا آقای ابوالفضل اسلامی که از دیپلمات‌های سابقی بودن که جدا شدن از این حکومت، دیدم برای من نامه نوشته بود که ایشون در ژاپن جامعه المصطفی چه خبره. خب اینا کجاست؟ بودجه اینا کجا؟ بنابراین یه اقتصادی ما داریم، درآمدش که معلوم نیست، مخارجش هم که معلوم نیست. حالا میرسیم به فساد. آخه در اقتصادی که مثلا خودشون میگن 60-80% اقتصاد دست سپاه و نهادهای رهبری، خب یعنی فساد فقط تو همون 20-30% بوده؟ این همه فساد، مگه چقدر پول دست این 20-30% بوده که اینقدرش خرج شده؟ ته این فسادها باندهای مافیایی هستند که تش سپاهه. مگه کسی میتونه توی مملکت اینقدر پول، میلیاردها دلار برداره و خرج کنه این طرف اون طرف بره؟ همین بابک زنجانی قبل از که بگیرنش، همون هفته قبل که بگیرنش، یه ویدیو داد نشون داد خودش، همین رستم قاسمی که وزیر نفت مال سپاه پاسدارا، خود اینها بهش گفتن که آقا پاشو برو کشتی نفت بده میدیم، برو چین و نم مالزی و این طرف اون طرف بفروش. بنابراین وقتی بحث از فساد میشه، باید این نکته توجه که در این اقتصاد بخش عمدش اصلا ما نمیدیم چه خبره، بخش عمدش دست سپاه، در تاریخ خانه است، دست رهبری، خبر نداریم. سوم هم این که این فسادها بدون اینکه با مافیاهای اصلی قدرت، یعنی بیت رهبری و سپاه، هماهنگ شده باشه، امکان نداره. یه دونه 10 دلاری کسی برداره، باندهای سپاه گریبانش رو خواهند گرفت. خبرها نیست کسی بتونه میلیاردها دلار از بانک‌ها برداره، اونا
بذارن همجوری بعد بخوره، مگر اونا خودشون مردن خودشون بهتر میخورن باندهای مافیایی سپاهی. بنابراین اگر میخوان تهش رو برن، باید تهش برن به قرارگاه خاتم و به سپاه و به بیت رهبری و اینا برسن. خب آقای دایی، در یه همچین شرایطی که همین هاشمی رفسنجانی میاد میگه که مثلا این قسمت فسادی که ما میبینیم یه نوک کوه، نوک قله است از کوه یخی که بقیهش پیدا نیست، بعد مصلحت نظام ایجاب میکنه که ما نگیم اینا رو، مصلحت هر چه که هست، این مصلحت نظامه، مصلحت مردم چی؟ کسی هست محافظ مصلحت مردم باشه؟ خب این نوک کوک میلیارد هاست، اون تنش خوب لابد خیلی بیش از این حرف هست. و این مال مردمه، مال آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای که نبوده که. کی محافظ محافظ مصالح مردم هست نه نظام. بله از خب که یه جنبه که خب خنده داره که رفسنجانی، مافیای رفسنجانی، ایشون شده طرفدار پاکیزگی در اقتصاد، سلامت در اقتصاد، مبارزه با فساد و اینها، خب خنده داره. البته واقعش اینه که آدم وقتی نگاه میکنه، خب ما از اون موقعی که رفسنجانی رئیس جمهور بود و تا چند سال بعدش هم هنوز مافیای اقتصادی رفسنجانی دست بالا رو داشت، از فسادهای اون موقع، اون چیزایی که شنیدیم صحبت میشه، ارقامش خیلی پایین تر بود. مثلا مهدی هاشمی تو این اسناد استات اویل مال نروژ هست 15 میلیون دلار گرفته. آدم نگاه کنه میبینه که جیبی پول خورده، واقعا. خب واقعا آدم وقتی اینا رو نگاه، این اخباری که میشنوه، اینا که باندهای وابسته به سپاه اینا هستن، پول خورده. بنابراین خب رفسنجانی هم به خودش حق میده، میگه آقا من شدم قهرمان سلامت اقتصادی اینه، و بنابراین نمیتونن هم بگن. راست میگه، حرفی که داره رفسنجانی پیام سیاسیش اینه که آقا تش به کی میرسه. مثل نامه پاسخی که داده به برادر خامنه ای، به محمد خامنه ای، میگه من به خاطر بیت رهبری، یعنی به خاطر سید علی خامنه ای، جوابتو نمیدم، سکوت میکنم. سر فساد هم همینه. خب اگه بخوام بگم تش به کجا میرسه، تمام این باندای مافیایی که بخوان تحریما رو بشکنن، یه عده رو انداختن جلو که تحریما رو بشکنن، این طرف و اون طرف و سرمایه گذاری های کلان، اصلا ما نمیدونیم تو منطقه چه خبره. تو الان آسیای مرکزی سرمایه گذاری هایی که میکنن، کاری که میکنن، یک روزی ما متوجه خواهیم شد که همه حرف که رفسنجانی میزنه، که این حرف های 2 میلیارد و 3 میلیاردی، اینا واقعا اینا هم پول خورد بوده. یعنی یه مملکتی فکر کنید سالی 120 میلیارد درآمد داشته، مردم تبدیل شدن به یکی از فقیرترین کشورهای جهان. خب این پول کجا رفته؟ چقدرش مگه خرج حزب الله و نمیدونم حماس شده؟ بقیهش کوش کجاست؟ خب اینم درسته واقعا. بله ولی ببینید آقای دایی، شما به یه قسمت تاریک اقتصاد ایران اشاره میکنید. پرسش این هستش که این قسمت تاریک اقتصاد ایران رو که با حجره ته بازار و میدون سید اسماعیل و ارز کنم چورت که نگه نمیشه را ادارش کرد. گفته میشه که یک سری از تکنوکرات هایی هستن که به اصطلاح با اینا همکاری میکنن، چه در خارج چه در داخل، امثال علاقوند ها و بقیه ای که بودن. بله ببینید جناب چالنگی، اتفاقا چند وقتیه که دارم، چون یک کنفرانسی بود در لندن تو ماه اکتبر، حدود یک ماه و تقریبا یک ماه و نیم پیش در اواسط اکتبر، با کمک جک استرا و محافل اقتصادی انگلستان و با کمک دفتر ریاست جمهوری حسن روحانی و دولت ایران برگزار شد، که حدود 200 نفر هم در لندن شرکت کردن، که مثلا اسمش هم بود فردای بعد از تحریما، ولی بیشتر به خاطر جفسازی اینه که آخ ما داریم میریم ایران و زودتر قرارداد دستی رو ببندید به غرب، دارم میگن کوتاه بیاد وگرنه تحریما فرو میریزه و ما رفتیم از این صحبت هم. خب یه عده‌ای که این کارها رو در خارج میکنن، یعنی این لابی‌های تجاری رژیم رو هماهنگ با کمپانی‌های خارجی داره میکنن، عده‌ای هستن در داخل ایران و در خارج، اینها از قبل این میلیاردها دلاری که چاپیده میشه در مملکت، یک سنارسشه هم به اینا میرسه، اسم خودشون هم گشتن بخش خصوصی، اینها رو حکومت میندازه جلو،
چون اینها ارتباط دارن با خارجی یا کمپانی خارجی، اینها این وظیفه رو انجام میدن. در حقیقت اینها دلالان و دلالان و چهره های خارجی مافیای اقتصادی رژیم هن که در خارج لابی میکنن، یه سهم ناچیزی هم بهشون میرسه، به نفعشون هم تبلیغ میشه. آقای عقیلی مثلا یه چهره معروفی، ایشون یه بانکی درست کرده، بانک خاورمیانه، قبلا تو بانک کارآفرین بودن، یه گروهی هن اینها در بخش مالی بسیار قوی هستن. این روزبه پیروزه که از خارج رفته اونجا، در اونجا چند تا مؤسسه و کارخانه خریده، اینها خودشون یه باند هستن. آقای عقیلی در دبی بیشتر فعالیت داره نیست؟ الان ببینید، اینها بانک کارآفرین بودن، دو سال پیش رودن اومدن یه بانک جدید زدن به نام بانک خاورمیانه، میدل ایست بانک، که به قول خودشون در امور انسانی یعنی خرید دارو و غذا و اینا فعال باشن، که البته در لیست تحریم های خزانه داری قرار دارن. خب اینا در خارج خیلی فعالن، خبرگزاری خب مثلا همین نیویورک تایمز چند روز پیش در مورد روزبه پیروز برداشته بود یک مقاله خیلی مفصلی نوشته بود. اینها دلالان جمهوری اسلامی هستن، با مافیاهای جمهوری اسلامی شریک شدن، به نعمت رسیدن و این کارها هم برای جمهوری اسلامی میکنن. این هم بخشی از وظایفشونه، چون هیچ وقت مثلا قرارگاه خاتم که نمیتونه بیاد در خارج در کنفرانس شرکت بکنه و لابی بکنه در خارج، ولی روزبه پیروز میتونه بکنه، عقیلی میتونه بکنه، سیامک نمازی و بیژن خواجه‌پور و الان یکی دیگه هم خیلی مطرح شده، علی قزلباش که رئیس بخش ایران استاتویل بود، الان لابی میکنه در کنار نایاکو. اینها قاهم فعال شده. بنابراین اینها که واقعا بخش خصوصی که ما در ایران نداریم، یک سندارسه شی دولت از نسبت به پولی که خوش برمیداره، که البته خوش میلیون ها دلار به اینها میده، اینها به ناز و نعمتی رسیدن و به نفع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. بله، یعنی کسانی که به هر حال میشه گفت نوع تکنوکرات ها، یا این آقای سیامک نمازی که میشه پسر آقای باقر نمازی هم میشه. بله، جالب اینه که بله، آقای سیامک نمازی که با آتیه بود که در راه اندازی نایاکو این هم بود، ایشون از سال گذشته جالبش اینه شده یکم مسئولین شرکت کرسنت، همین نفتی کرسنت، و در لندنه و لندن شده در حال لندن، حالا من در حال تهیه گزارش در مورد همین هستم، لندن شده مرکز لابی تجاری جمهوری اسلامی که بسیار هم قوی هستن. چون ما فقط لابی که میگیم فکر کنیم فقط این بخش سیاسی شه، این بخش کوچیکشه، پشتش تمام اقتصاد و محافل اقتصادی و محافل تجاری هست. اینها در لندن بسیار قوی هستن، بسیار فعالیت میکنن. خب سیامک نمازی هم الان با کرسنت هستش، خب اینا منافع دارن در منطقه. البته یه نکته هم هست جناب چالنگی، ببینید اهرم قوی جمهوری اسلامی نفت و گاز بوده همیشه، بالاخره اولین ذخیره نفت و گاز جهان در ایرانه، یعنی ایران در نفت چهارمه، در گاز اوله، بعضیا میگن دومه، ولی مجموعش به هر صورت، مجموع نفت و گاز در ایران کشور ما رو صاحب اولین ذخیره انرژی فسیلی در جهان میکنه. خب این خیلی جذابیت داره، اما چون قیمت نفت پایین اومده به این وضع وحشتناک که امروز زیر 50 دلار بوده خیلی جاها، این قیمت اومده پایین، کمپانی های نفتی الان نزدیک 150 تا 200 میلیارد دلار پروژه های خیلی خوبم بوده کنار گذاشتن، زیاد رغبتی به پروژه هایی که ریسک توش باشه و به کشورهایی که ریسک توش هست برن. بنابراین جمهوری اسلامی جذابیت خودش از دست داده و این لابی های تجاری خیلی کارهای خودشون رو به نفع جمهوری اسلامی از دست دادن. آقای دایی گرامی، ببینید در واشنگتن شما در جریان جزئیاتش هستید، برای بینندگان من میگم، تلاشای بسیاری کرد لابی جمهوری اسلامی که مسئله روابط آمریکا ایران رو سامان بده و به همینطور مسئله اتمی رو به نحوی به سوی حل شدن ببره. نامه های رد و بدل شد بین آقای اوباما و همینطور آقای خامنه ای، اما علارغم این تلاش ها راه به جایی برده نشد. چرا؟ بله، اولا که لابی های جمهوری اسلامی، البته اونایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن حسابشون جداست، چون اونایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن خودشون میدونن که ایجاد رابطه که نیاز به اینها نداره، که به چهار تا دلال نداره، که
بخواد خامنه ای سپاه بخوان، این آمریکا که همیشه حاضر بوده، از اون کلینتونش که میبخشید در راهروهای سازمان ملل قدم میداد که با محمد خاتمی دست بده، یا اوباما که واقعا التماس میکرد یه دیدار حتی چند دقیقه با روحانی بکنه. از این طرف که حرفی نبوده که، بنابراین ایجاد رابطه که نیاز به 4 تا دلال و لاویس نداره که. اونها هم که مماشاچی ها، محافل تجاری مماشاچی، اینها هم زیاد در بند نیستن که حتی رابطه هم بشه. خب آرزوشون میبخشین آرزوشون هست، اما دوست دارن تشنج نباشه، سیاست خصمانه آمریکا نداشته بشه، تحریم ها ادامه پیدا نکنه تا بتونن دادسترشون رو انجام بدن. اما خب همه این کاری که کردن، مگه پارسال، درست میفهمید جناب چالنگی، بالاخره یه کارنامه رو آدم باید بررسی کنه. مگه یک سال و نیم پیش، سپتامبر سال گذشته بود، یک سال و سه ماه پیش، حسن روحانی رفت نیویورک 5 دقیقه با اوباما صحبت کرد، چه بساتی بود، ظریف لبخند میزد، تو توییتر و فیسبوکشون به یهودیان سال نو تبریک میگفتن، یادمونه چه خبر بود دیگه. تمام شد، میگفتن پرواز تهران نیویورک را افتاد، دفتر حفاظت را، یادتونه که. چی شد؟ همه چند روز پیش سپاه بازداران چیز گذاشته بود، جایزه مرگ بر آمریکا و کنفرانس و چی شد؟ چرا نشد؟ چرا سازش هستی نشد؟ برای اینکه دست اینا نیستش که، اصلا جمهوری اسلامی دنبال رابطه نیست. جمهوری اسلامی به کمک دلالانش و با استفاده از معامل مماشات دنبال ایجاد رابطه نیست، دنبال اینه که میگه من هر کاری خواستم بکنم، برنامه هسته‌ای، دخالت‌های منطقه‌ای، آمریکا سیاست خصمانه علیه من نگیره. اینا میخوان کارت آمریکا رو کند کنن، میخوان از اون جلوگیری کنن، نه ایجاد رابطه. بنابراین این که سازش هسته‌ای نشد، این که رابطه برقرار نشد یا بهبود پیدا نکرد، ناشی از شکست این دلالان نیستش که، ناشی از اینکه جمهوری اسلامی نمیخواسته در بطن و ماهیت نظام جمهوری اسلامی دشمنی با آمریکا، سیاست‌های منطقه‌ای، تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای و سرکوب مردمه، اینو بخواد تغییر بده. حرفی که خامنه‌ای اینها میزنن، کل نظام آسیب پذیر میشه، جام زهر هسته‌ای، جام زهر رابطه با آمریکا، جام زهر منطقه، اینا هم اسمش جام زهره، خودشون هم میگن. اینها برای رژیم ایران سرکشیدنش بسیار دشواره. بنابراین کسانی که در یک سال و نیمه گذشته بارها و بارها صحبت از سازش کردن، صحبت از بهبود رابطه کردن با امید، به نظر من الان موقعش رسیده که لااقل الان با بررسی کارنامه یک سال و نیمه گذشته بیان در نگاه خودشون به جمهوری اسلامی تجدید نظر کنن. حالا اون که در اون ور قضیه داشتن رابطه میبخشید درست و سالم بر اساس مصالح و منافع ملی برای ایران و هر کشور دیگه، این به سود ایران و مردم ایران هست نیست؟ بله، ببینید در عالم خیالی که، بله در عالم خیالی رابطه همه دنیا خوب باشه با کشور ما که با کسی بد نیستیم که، مگه قبلا نبوده با همه رابطه داشتیم، اونش که آره، ولی واقعش اینه که با این جمهوری اسلامی، حالا سوال این که اولا من چه نظری داشته باشم، ما چه نظری داشته باشیم، خود جمهوری اسلامی دنبال رابطه نیست، یعنی مشکل رابطه در ما نیست، در نظر ما نیست، در جمهوری. اما نظر ما چیه؟ نظر من چیه؟ من اعتقاد دارم نباید غرب با جمهوری اسلامی رابطه خوبی داشته باشه. این نظر منه. یعنی در این جهت هم تلاش میکنم، تا جایی که بتونم حرفم میزنم، سعی میکنم تأثیر هم بگذارم. بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی نمیخواد، دومی که من هم نمیخوام. چرا؟ من این جمهوری اسلامی دنبال نوع رابطه میگرده که خودش رو تثبیت کنه، که بتونه با کشت کشتار مردم، مثلا بمب اتم برای چی میخواد جناب چالنگی؟ بمب هسته‌ای، یعنی دخالت های منطقه‌ای. میخواد بگه آقا من هر کاری با مردم خودم کردم، مثل 5 سال پیش، هیچ کی نیاد به حمایت از مردم ما برخیزه، یعنی بیاد اون نوع رابطه‌ای رو با غرب برقرار کنه که به تثبیت نظامش در داخل کشور منجر بشه، که البته نمیکنه، چون میدونه که براش آسیب پذیری های هم ممکنه داشته باشه. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال گرفتن امتیاز، هر کی بیاد بگه رابطه در این شرایط، بدون در نظر گرفتن اینکه کدام رابطه به نفع مردم هست یا نه، حقوق بشر چی میشه،
وضعیت مردم چی میشه اگه اینا رو نگه، بگه ها ما بهبود رابطه میخوام. خب جمهوری اسلامی اون لابی های تجاری دنبال معاملات شنن، آمریکا هم که دنبال تشنج نباشه، میان کلی امتیاز میدن به جمهوری اسلامی، سر مردم ما کلاه میره. ببینید اینم هست رابطه درست. این جمهوری اسلامی تا موقعی که هست جناب چلنگی تردید نباید کرد، این اصلا بحث نداره. یعنی قبل از که بحث رابطه رو بخوام بکنیم اینه که ما چی میخوام. تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست رابطه درست با جهان نخواهد داشت، با جهان رابطه معقولی نخواهد داشت که بگیم بهبود رابطه بکنه یا نکنم. یک دوم دنبال اینه که نوعی تشنج زدایی باشه که به نفعش تموم شه. حالا ما بریم در اون جهت حرکت بکنیم، یعنی هم مردم ما جمهوری اسلامی باشه، هم امتیاز بگیره از خارج، یعنی هم چوب بخوریم هم پیاز، هم بیام به نفع جمهوری اسلامی، هم لابد در اینجا لابی کنیم که آمریکا رابطه تو خوب کنه. این حرفای مدرد بخوام مفتی که عده میدنن، اگر فشار آمریکا باشه جمهوری اسلامی رادیکال تر میشه، به مردم بیشتر فشار میره. انگار مثلا در زمانی که اینا خیلی خوب، موقعی که اوباما اومده اینقدر با اینا نرمش کرد، مثلا اینا با مردم ایران خیلی خوب شد رفتارشون. حرفای مفتی میزنن، دنبال چی هن؟ دنبال این که امتیاز به جمهوری اسلامی بدن. ما نمیخوام، من نمیخوام شخصا دنبال این نیستم. خب چرا تشکیلات اوباما همچنان مصر هست برای این داستان؟ حالا اون که میدونه و حتی این اطلاع رو دارن که یکی از عوامل اصلی ناآرامی ها در منطقه جمهوری اسلامی. ببینید اینکه اوباما نه در مقابل جمهوری اسلامی، در سوریه، در خاورمیانه، در هیچ کاری نمیکنه، یکی از ضعیفترین و پاسیفترین و منفعلترین سیاست های خارجی رو داره، دلیلش نیستش که راه حلش بلد نیست، بلده، هزینهش رو نمیخواد بده. مثلا سر مسئله سوریه، سر مسئله عراق، در رابطه با پرونده هسته‌ای باید صف بیسه جمهوری اسلامی، نمیسته. چرا؟ چون میبینه ممکنه به درگیری منجر بشه، اهل دادن بهاش نیست، میگه بهترین دنبال کم هزینه مفتخوریه، به قول ماها مفتخوریه، کم هزینه ترین راه باشه آقا تا بشه، ولی تو چیزی در نمیاد. یعنی اینا هی سکوت کردن تو سوریه، سکوت کردن که مبادا یه وقت با جمهوری اسلامی درگیر بشیم. بفهمید اتوش داعش در اومده، اتوش اوضاع کنونی در اومده. در عراق نوری المالکی کشتار میکرد، سنی ها رو سرکوب میکرد، تبعیض قائل میشد، اتوش شورش سنی ها، در آمریکا هم سکوت میکرد چون میدید پشت جمهوری اسلامی. نتیجه چی شد؟ مناطق سنی شورش کردن، نزدیک یک سال در اونجا شورش بود، داعش اومد خیلی از جاها رو گرفت، الان به اوضاع کنونی رسیده. بنابراین اینها چون نمیخوان تایتش اوباما نمیخواد بهاش رو بده، نمیخواد درگیر بشه، رو منم درگیر نظامی نیست، صفر بیسته، هی کوتاه میاد، ولی نتیجهش میشه چیزی گیرش نمیاد، بدتر میشه. اتفاقا در داخل هم همینه. مثلا پیامی که اصلاح طلبا به مردم ایران میدن میگن چیه؟ میگن یه وقت نهید با این جمهوری اسلامی مقابله بکنید و بیستید و بخواد عبور بکنید، ببینید هزینهش بالاست. خب میگیم با که هزینهش بالاست، ما هم خداییش نمیخوایم هزینه بدیم، چیکار بکنیم؟ شرکت در انتخابات، کم هزینه ترین و عاقلانه ترین را. خب بیا شرکت کردن، الان یه سال نیمه به روحانی رفتن یه عده‌ای رای دادن، نجاش چی شد؟ سفره مردم پررنگ‌تر شد یا کم رنگ‌تر یا خالی‌تر؟ وضع بهداشت، آزادی‌ها، وضعیت کل ورشکستگی اقتصادی به نفع کی شد؟ به نفع مردم شد و به نفع خامنه‌ای. فشار در اون نظام کاسته شد، فشار اجتماعی، فشار خارجی، خامنه‌ای اومد بالا. بنابراین با این حرفایی که چالش اوباما تو ذهنش فکر کنه یا حرف که اصلاح طلبا میزنن، هزینه ندید، کم هزینه تر. اتفاقا اونا که همیشه راه مفخوری رو فکر میکنن بلدن، میخوان هزینه ندن، آخرش باید هزینه بسیار گزافی بدن. این موقعی که هیتلر شروع کرد به عربده کشی در اروپا، انگلیس و اینها ترسیدن، شروع به مماشات کردن، نرمش کردن، آقای چمبرلین رو فرستادن اونجا با هیتلر دیدار کرد، چه خوشحال که ما قرارداد بستیم و چه خوب شد، تشنج زدایی. بعد مجبور شدن یه بهای گزافی دادن، میلیون ها کشته. بنابراین بهاش رو خواهند داد، مماشات و اینکه به مردم هی هزینه کمتر. یه مثالی من میدارم به مردم ایران که هزینه ندید، هزینه ندید، برید در انتخابات شرکت کنید. بیاد خود اونایی که پیام میدادن خیلیشون الان تو زندان دارن چوبشون میخورن. مثل این که عرض کردم یه با خدمتتون، مثل این که به یه آدمی
که گرسنه و پابرهنه تو دروازه خار تو بیابونای جنوب تهران گیر کرده، میخواد برسونه خودش رو به منزل خودش، میخواد پیاده را بیفته، هوام گرمه، یکی بهش میرسه میگه آقا چیه تو هم گرسنه ای هم پاد برهنه، پیاده میخوای را بیفتی مثلا 20 کیلومتر 50 کیلومتر رو بری، خب تلف میشی، ابه میری، زحمتش خیلی بالا. بیا من راه هزینه با هزینه کمتر بهت پیشنهاد کنم، شما برو اونجا زیر اون درخت بگی بشین تا چند ساعت دیگه احتمالا اگه امید داشته باشیم و خدا بخواد یه ماشین اتومبیل با راننده میرسه شما رو سوار میکنه، توی اتومبیل هم بهت نوشابه و یخ میدن، قشنگ میرسی به خونه. 20 سال هم اون آقا زیر اون درخت بشینه اون هزینه راهپیمایی رو نخواد بده به خانهش نخواهد رسید، ولی با دادن این مثل وعده بهشت به مؤمنین، این وعده رسیدن اتومبیل با نوشابه همینه، هزینه کمتر بدید. آقای اوباما همین فکر میکنه، بالاخره آقا روحانی میاد درستش میکنه، روحانی داره همه کار کوب، بیا ببین نگاه کن، یعنی بیش از 20 ساله که هنوز اون بنده خدا زیر اون درخت نشسته. بله واقعا نشینه دیگه، از اون موقعی که الان این حرفایی که برادر خامنه ای محمد خامنه ای زده یه واقعی رو ایشته گفته، خب بعد نیست ما میان یادمون بیاد، نزدیک 30 سال داره میشه الان، شاید 2 سال دیگه میشه 30 سال، بله. داستان مکفارلین، آخه شما ببینید چقدر خنده داره، یه رئیس جمهوری رونالد ریگان که اینقدر ادعاش میشد و ما فکر میگیم کابوی و خیلی قدرتمنده، بعد داره پنهانی مشاور امنیت ملیش رو با یه نه کلونل و نه یه سری کلی اسلحه و موشک و قطعات یدکی بکنه تو هواپیما و یوشکی بفرسته تهران با کلت و کیک هدیه و انجیل هدیه، و بعد تازه راش ندن و تو هواپیما نگرشون دارن، بعد برنشون هتل استقلال. و ببینید چقدر اینا باید در تحلیل خودشون از جمهوری اسلامی اشتباه فکر کنن، که همونطور که شما فهمیدید 20 ساله که زیر اون درخت نشستن اتومبیل منتظر اتومبیل با راننده با همراه یخ و نوشابه. اما جناب دایی گرامی از اون ور گفته میشه جمهوری اسلامی هم از همین وضعیت استفاده میکنه، به همین دلیل اون وقت تونسته، یا به همین خاطر تونسته که نفوذ خودش رو در یمن در جای دیگه گسترش بده، نیست؟ خب بله، در این که جمهوری اسلامی الان نسبت به سالهای قبل حضور بیشتری در منطقه داره که تردیدی نیست، ولی این نشانه قدرت، نشانه امنیت، نشانه ثبات. خیر برعکس، ببینید جمهوری اسلامی 36 سال از اون موقع که خمینی اومد و که خود شیخ حسن نصرالله، من توی که این گزارشام فیلمش رو گذاشته بودم، حسن نصرالله سال 2000 که در تهران بود دانشگاه تهران یه سخنرانی کرده، به فارسی هم سخنرانی کرده، میگه ما همون سال اول انقلاب با خمینی دیدار کردیم از لبنان که اومده، یه سری از پاسدارا و اینا هم بودن، خمینی به ما گفت برید حزب الله رو تشکیل بدید، لبنان رو بکنید قبرستان یهودی ها. خب از اون موقع شروع کردن، حزب الله رو انداختن، آمریکایی و فرانسوی کشتن در اونجا، اسرائیلی کشتن، جنگ رو انداختن، بعد رفتن تو فلسطین، بعد تو الان تو همه اینها اومدن به قول خودشون محور مقاومت، میلیاردها دلار تو این سالیان خرج کردن که داشته باشن نفوذ منطقه‌ای داشته باشن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی امنیت خودش رو در این می‌بینه، میگه آقا امنیت من هم که شما می‌فرمایید، اینا کوتاه اومدن، این هی رفته به طرف بمب اتم و دخالت‌های منطقه‌ای، ولی قایتش به کدوم سمت میره؟ جمهوری اسلامی الان که ما داریم صحبت می‌کنیم برای حفظ نفوذش در سوریه، در عراق مجبور به دخالت نظامی شده. ببینید جمهوری اسلامی از متحد و شریک در این کشورها به اشغالگر تبدیل شده، الان در سوریه بدون حضور نظامی سپاه قدس و گروه های زیر دست سپاه قدس، یعنی حزب الله و گروه های عراقی که بشار اسد که نمیتونه سر کار باشه، که میلیاردها دلار جمهوری اسلامی داره خرج میکنه اونجا، داره تلفات میده، یعنی در فرار به جلو برای حفظ نفوذش مجبور به دخالت نظامی شده. در عراق اگه ما بخوام به عکسای قاسم سلیمانی نگاه بکنیم، یا این مراسم اربعین که 1 میلیون از این طرف و اون طرف جمع کردن نگاه بکنیم، میگیم نشانه قدرته، ولی جمهوری اسلامی مجبور به حضور نظامی در این کشور شده، این که قابل دوام نیست. مگه عراقی‌ها اجازه میدن مثل که مثلا تو کشور ما یه مسئله‌ای باشه، یه جنرال کرد بیاد، ترک مثلا از ترکیه باشه بیاد بخواد مسئله کشور ما رو حل کنه؟ مگه میشه دراز مدت؟ حالا اینا 50 تا گروه
شبه نظامی داره سپاه خود، از کتایب و اصائب و لواهای ابوالفتح و اینها دارن فعلا یک تازی میکنن اونجا، اما این قابل دوام نیست. یعنی جمهوری، من شخصا اعتقادم اینه که بعد از خروج بریتانیا این اولین باره که کشوری در خاورمیانه این میزان اشغال نظامی کرده. چون ببینید آمریکا هم حضور داره در بحرین و عربستان و کویت، حضور نظامی داره، ولی ما تا الان نشدیم که حتی تو مصر هم موقعی که بوده جاری بوده یه سرباز آمریکایی بیاد آتش مثلا بگشای روی تظاهرات مردم، دخالت بکنه در مسائل داخلی اون کشورها از نظر نظامی. حضور نظامی داره برای امنیت کل این کشورها در مقابل تهدیدات خارجی. جمهوری اسلامی در لبنان، در فلسطین، در سوریه و در عراق، یمن و اینها در امور داخلیش حضور نظامی و فعالیت نظامی داره، اشغال نظامی داره، ده ها هزار نیرو داره. این فرار به جلوه. خیلی ها مقایسه میکنن با وضعیت شوروی در همزمان حمله به افغانستان. این که نشانه قدرت نیست که تو برای حفظ نفوذت مجبور بشی میلیاردها دلار خرج کنی، هزینه سیاسی بدی، آبرو تو ببری، ده ها هزار، صدها هزار نفر رو در سوریه و عراق بکشی. نه خیر، به اعتقاد من این امنیت برای جمهوری اسلامی نمیره. جمهوری اسلامی هی داره میره جلو. مگه برنامه هسته‌ای جناب چالنگی برای جمهوری اسلامی تا الان امنیت آورده؟ اقتصادش که ورشکسته شده، آسیب پذیرتر شده در داخل کشور. مگه برای اتحاد جماهیر شوروی چند هزار موشک هسته‌ای امنیت آورد در پایان؟ اینطور نیست که از درون پوسی در جنگ تسلیحاتی. جمهوری اسلامی در فرار به جلو با دخالت‌های منطقه‌ای، با مخارج سنگین و مخارج برنامه هسته‌ای داره از درون اقتصادش میپاشه، نارضایتی و افزایش پیدا خواهد کرد و آسیب پذیرتر خواهد شد. و همین نیست که سرنوشت جمهوری اسلامی به نحوی گره خورده به سرنوشت حکومت‌های مثل حکومت بشار الاسد؟ عرض کنم که الان یک گزارشی دیشب میدم، اولا که وضعیت بشار الاسد بسیار خرابه، خیلی هم مناطق رو اخیراً دست داده، و به خاطر اینکه یه سری از این گروه شیعی که سپاه قدس برده بود اونجا برای کمک، اینها مجبور شدن برگشتن به عراق. ولی در کلش اینه که بعضیا اعتقاد دارن، من نمیدونم با قاطعیت نمیتونم بگم، که در بسیاری از کشورها خیلی وقتا مسائل خارجی و دخالت‌های خارجی یک کشور باعث میشه که تحولات داخلی جرقه زده بشه، یعنی آسیب پذیریشون انقدر میره بالا. چون ببینید اون روی سکم داره دیگه، برای چی اینا میرن خرج میکنن تو سوریه و حزب الله و اینها که به قول خودشون سپر امنیتی و دفاعی در داخل داشته باشن، در داخل بشن قدرت داشته باشن. این حرفی که مهدی طائب زد دو سال پیش که حفظ سوریه برای ما از حفظ خوزستان مهمتره، چرا گفت اینو؟ یا مثلا عارف در زمان انتخابات قلابی وقتی این حرف رو زد، خیلی معروف بود تو اتوبوس، گفتش که ما اگه حزب الله رو دست بدیم، سوریه رو دست بدیم، در داخل نمیتونیم حکومت بکنیم. این هم مطلبی که شما میفرمایید، یعنی رژیم تلاش میکنه با این سیاست‌های منطقه‌ای در منطقه برای خودش حفاظ ایمنی درست بکنه. خب وقتی اینها رو دست بده، ضعیف بشه، برعکس آسیب پذیرتر میشه در داخل. حتی از مناسک مذهبی مثل عاشورا در کربلا، خب این یکی دیگه از اشتباهات شه. ببینید قدرت نمایی میکنه جمهوری اسلامی، ولی داره به جنگ شیعه سنی هم دامن میزنه. یعنی جمهوری اسلامی مجبور شده، البته یه عده‌ای هستن در داخل سیستم. من سخنرانی قاسم سلیمانی رو در کرمان سال گذشته صحبتی کرد، اونجا یه بخش ویدیویش هم منتشر شده، در اونجا صحبت از هلال شیعی میکنه که ما شیعیان در عربستان و در کویت و در ایران و این عراق بخش مهم نفت و گاز دست ماست، و یعنی آرزوهای شیعی که حتی خلافت اموی و بنی عباس و عثمانی همه سنی بودن، این اولین باره که ما اومدیم مطرح شدیم. یعنی اینها رؤیاهای خلافت شیعی دارن، بنابراین با این دامن زدن به این بازیهایی که در اربعین راه انداختن در عراق، چون راه حل مسئله عراق از اتحاد سنی و شیعه و کرد اینها میگذره، جمهوری اسلامی هم دنبالش نیست، بنابراین هر چی اینها رو دامن بزنه به طور دراز مدت و استراتژیک به ضرر جمهوری اسلامی، چون بالاخره سنی ها اکثریت مطلق رو دارن در جامعه عرب، و با این بازی ها جمهوری اسلامی که نمیتونه در مقابل همه اونها بیسته.
با من و شما هستن آقای حسن دایی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. آقای دایی گرامی، ببینید خبرهایی هست که تعجب برانگیز، حتی بعد از این 35 سال، از جمله اینکه یک خواننده زیرزمینی رو، خواننده پاپ، اسم مستعاری هم برای خودش گذاشت، یکی از اسامی ابلیس، در مشهد میگیره. اما بازداشت این خبرنگار، شما خبرگزاری ها رو که نگاه میکنید، بینندگان، من میگم انگار که یک چی میگن، یک نفر از مریخ اومده، قصد انفجار همه ایران رو داشته، انگار که یک دشمن جرار رو گرفتن نیروهای انتظامی، از یک سو ماموران هوشیار وزارت اطلاعات، از سوی دیگر حمله کردن با یه همچین مقدماتی. و میرن جوان ایرانی اون زیر برای خودش دلی دلی یه تجربه موزیک میگه این جوان رو گرفته. اما از اون ور شما میبینید بر سر و صورت فرزندان مملکت، دختران نازنین، بانوان گرامی اصفهانی اسید پاشیدن. هر دو سه روز یه بار میان میگن که هنوز خبری نیست، نتونستیم، شناسایی نکردیم. شما مسئله امنیت رو میگفتید، آیا این دولت حسن روحانی یا هر دولت دیگهش ابتدایی ترین وظیفش حفظ امنیت مردم نیست؟ حفظ گرفتن کسانی که اسید میپاشن به روی مردم؟ البته من که جناب چلنگی اعتقاد دارم نه دولت حسن روحانی، حتی دولت احمدی نژاد، دولت محمد خاتمی کاری نبوده، که قوی ترین دولت دولت رفسنجانی بود، چون هنوز سپاه اینقدر قدرت پیدا نکرده و خامنه‌ای هنوز اینقدر به اصطلاح بخش های وابسته به خودش رو نهادینه نکرده و قدرتمند نکرده بود، قوی ترین بود و خودش هم موافق بود ترورهای خارج کشور اینها، خود رفسنجانی هم پشتش بود، در سرکوب های داخل، قتل های زنجیره اینها همه بودن. اما دولت یک کاره نیست که حسن روحانی بخواد تصمیم بگیره که اسید پاش بگیره یا نگیره. اصلا نیروهای انتظامی اینا به این حساب پس نمیدن که قوه قضاییه که دست این نیستش، که نهادهای سرکوب دست این کاره نیست، یه دکوره. و من فکر کنم که از ضعیفترین دولت هاست. یه قدرت واقعی داره روحانی اگه بخواد استفاده بکنه، میتونه یعنی داشته باشه، و اونم نارضایتی مردمه، یعنی به خاطر ترس از مردم که نارضایتی ها فروکش کنه، سوپاپ اطمینانی باشه، فضای انفجاری آرام بشه، خامنه ای اجازه داد که این بشه رئیس جمهور. حالا این میتونه از این استفاده بکنه، مثلا در دانشگاه ها، در اینها بیاد از این نهادهای صنفی مدنی دانشجو استفاده بکنه در مقابله با جناب ولی فقیه و سپاه. ولی خب خودش میدونه که اولا حفظ نظام دست سپاه و بسیجه، اگه نبودن اینها که نظام و مردم جارو کرده بودن دیگر، نه روحانی خبری بود و نه خاتمی و نه رفسنجانی. یک دوم، حالا اومد و مردم رو کشید به صحنه، مردم دیگه متوقف نمیشن که در روحانی، که مردم تا تهش خواهد رفت. بنابراین قدرتی نداره که حسن روحانی بخواد این اولویت ها رو تعیین بکنه، کیو بگیره کیو نگیره. اما جمهوری اسلامی واقعش اینه که مسئله اسید پاشا به نفعشه. خب بالاخره زنها رو سرکوب میکنه، مسئله حجاب، رعب و وحشت در جامعه، این به نفعشه. بنابراین برای چی بره دنبال این که اسید پاش رو بگیره؟ اتفاقا بعدش هم نمیاد این طرف اون طرف هم، حالا خودش که سازماندهی کرده، هیچی تک و توک هم پیداش هم بکنن این کارو گاگای، یعنی خودش که با امر معروف و نهی بد منکر و گشت ارشاد و نم هزار تا چی زنها رو سرکوب میکنه، حالا اینجوری هم باشه، من شیر به دنبالش. اما از اون طرف به قول خودش میترسه، چون بالاخره این 1,500,000 حزب اللهی که رژیم سعی میکنه سازماندهی بکنه، در سرکوب ازش استفاده بکنه، که این به اصطلاح چیز اصلی رژیم، اهرم اصلی رژیمه، برای که اینا رو حفظ بکنه نمیتونه اجازه بده در جامعه
هر خواننده بیاد بخونه بیهجابی باشه، میخواد اینا رو حفظ بکنه. یه مجموعه است، مجموعه بسیجی، اربعین، سینه‌زنی، شهادت، نمیدونم راهیان نور، اینا یه مجموعه است برای حفظ این چارچوب و ساختار ایدئولوژیک و حفظ این نیروهای بسیجی و اینها. مجبور این سرکوبا رو بکنه و نگذاره به قول خودشون فرهنگ غیر بسیجی شکل بگیره. خوب، این نظرم هست که در ایران هیچ کس قدرت بالای 51% قدرت رو نداره. یک موزاییک قدرتی هست که در با یک حرکت قاطع از هم ممکنه بپاشه و آقای خامنه ای هم به نحوی این ورق جوکری است که هر از شنگایی که با کسی باشه، یکی از جناها، اون جناح قدرت رو علل اجاله داره. این نظریه تا چند اندازه درسته؟ مثلا اشاره میکنم به این که به فرض در زمینه سیاست خارجی از ظریف و دولت روحانی تا بیت رهبری میتونه اثر بذاره، تا هیئت سینه زنان مسلم مسجد نارمک اثر بذارن روی سیاست خارجی. این هم یکی از نشونه های چندیست در همین زمینه. بله، ببینید، خب درسته، در رژیم ولایت فقیه که یه نوعی ملوک و طوایفی هست، چون هر آخوندی، سر آخوندی در هر مثلا استانی بر خودش حاکمه، مثل دوران قرون وسطا. اما واقعش اینه که ته تهش علی‌رغم این پراکندگی ها یک اصلی هم هست که جناح خامنه‌ای و سپاه مجموعه این دوتا 70-80% قدرت رو در اختیار دارن. حالا داخل این مجموعه زیر جناح ها و بخش های دیگری هم هست، کاملا درسته، ولی حرف آخر رو سپاه و خامنه ای میزنن و به نظر من درست نیست که درسته مثلا یه جانب بگیم هیچ کی تنهایی 51% رو نداره، ولی 80% قدرت دست این دوتا مجموعه، این دوتاست در سیاست خارجی ترین تکلیف میکنن. ظریف که اصلا شوخیه که توی مملکت، توی این حکومت وزیر خارجه کاره‌ای بودی که حالا ظریف باشه. وزیر خارجه کاره‌ای نیستش اصلا، خود دولت کاره‌ای نیست، چه برسه وزیر خارجه. وزیر خارجه واقعی این کشور الان قاسم سلیمانیه، نه جواد ظریف. جواد ظریف گذاشتنش بره مذاکرات و چهار تا لبخند بزنه، اونم بعضی از لبخندهای زیادی خامنه‌ای میشونه سر جاش. رفت تو تلویزیون آمریکا گفتش که نه، هولوکاست خیلی محکوم کردنیه. آقای ظریف خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سایتش گفته که هولوکاست موهومه. گفت نه نه، ترجمهش غلطه، چیزی که نوشتن ترجمه. خود خامنه ای برای اینکه یا حرف توش در نیاد، یک ماه بعد تو مشهد اومد رفت سخنرانی که هولوکاست رو موهوم خوان، تو توییترش هم به انگلیسی بعدش نوشت که یه وقت کسی نگه ترجمهش اشتباه. بنابراین حتی لبخندهای ظریف هم بعد رفتات اضافه بعد قیچیش کرد. بله، گاهی وقتا از لبخندم میگذره، البته خیلی بازتر هست این لبخند، از مراحل جوکند و مونالیزا و اینا میگذره این لبخند گاهی وقتا. آقای دایی گرامی، جناب دایی عزیز، مطلبی حازم ساقیه نوشته، نویسنده روزنامه نگار بسیار ارزشمند از نظر من و بسیاری عرب، در این زمینه که در نهایت جمهوری اسلامی و داعش، گروه هایی مثل داعش در منطقه مساله و منافع مشترکی رو دنبال می کنن، ولو این که حتی همکاری های نزدیک نداشته باشن. وقت ما کوتاست، نظر شما رو در این زمینه می شنم. از یک نظر بله، همه نیروها می توان با هم اتحاد داشته باشن در بعضی زمین، در بعضی زمینه ها. خب در این که هر دوشون افراطی هستن، این دنبال خلافت، اون دنبال ولایت. جمهوری اسلامی هم از یه جهاتی فایده برده، از موقعی که داعش اومد مصر رو گرفت، حضور خودش رو در منطقه بیشتر کرده، توجیه کرده. اما یادمون نره که به همین جا که منتهی نمیشه، بالاخره این مسئله داعش برای جمهوری اسلامی ناامنی هم آورده. الان حرفی که رفسنجانی سال گذشته میزد به وقوع پیوسته، آرام آرام راه ارتباطی عراق با سوریه قطع خواهد شد. اگه به همین ترتیب باشه، ناامنی گسترش پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی محور استراتژیک خودش رو از تهران تا لبنان رو از دست خواهد داد. یعنی اگر ثابت و استاتیک در جا ببینیم، بله خب، ولی در دراز مدت به ضررش هم هست.
سپاسگزار هستیم آقای حسن دایی گرامی، با سپاس بسیار از شما و با این امید که در برنامه های آینده نیز با بینندگان تفسیر خبر باشید. با کمال میل، حتما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دلاهو، دراک، تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.